با درود بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. من شاله گلخواجه هستم در خدمتتون عزیزان. در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. سفیر تاجیکستان در روسیه میگوید آنها در فکر به وطن رسانیدن مهاجران درمانده هستند، ولی بهتر می بود اگر شهروندان تاجیکستان فعلا در روسیه بمانند. ساکنان سیلزده امداد می جویند. مردم حلقجر خراسان بعد آفت طبیعی چند روز پیش در بیرون ماندند. یک تا سری خانم گیر نمی گرده. نمی بینم. هیچ که رفته یاردم نکده ایمان که لای تانبه بروره. ای طرف دولت. از کرونا ویروس امین ماندن و از بلوروی نرخون نه و یا چرا در بزرگای تاجیکستان نرخ محصولات نیازی اول بلند رفت. اینا سازی یک نیم سومونه، کارتشکا چور نیم پنج سومونه اگر گیری. نمیدونم بعد چخیل میشونه. مقامات تاجیک میگویند کوشش دارند به تدریج مهاجران درمانده در فرودگاه‌های روسیه را به وطن برسانند. حالا شمار زیادی مسافران تاجیک به خصوص مهاجران کاری در روسیه در فرودگاه‌های این کشور انتظار بازگشت به تاجیکستان هستند. تصمیم در مورد حل مشکل شهروندان درمانده در حالی است که با گذشت 4 روز از منع پرواز هواپیماها مسافران الاکای بلیت در دست سردرگم ماندند. امام‌الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه امروز در یک صحبت اختصاصی به رادیو وزودی گفت که این صبح هواپیمای شرکت سومون ایر با فرودگاه ژوکوفسکی پرواز انجام داد و امروز پرواز سومون ایر هواپیمای سومون ایر الان در فرودگاه ژوکوفسکی هستند و 185 نفر شهروندانی که باید به دوشنبه و خوجند پرواز میکردند امروز به طریق شرکت سومون ایر به وطن پس میگردانند و در تصمیم دیگر است که فردا شهروندانی که در فرودگاه ونوکوا قرار دارند به طریق هواپیمای تاجیک ایر اونا از طریق فرودگاه دمدیدوا به وطن برمیگردونند. در اونجا در ما امید داریم که اگر البته نفرانی که الکای چیپته ها را خریداری کردن و در دستشان چیپته های هواپیمایی های یوتر و اورال را دارن اونا به وطن برگردانده میشن و ما امید داریم که 28 نفری شهروندانی که چیپته ندارن و در زون ترانزیتی فرودگاه شرمتیو هستن اونا را ما توانیم که به طریق شرکت تاجیک ایر روان کنیم اگر جای باشد. در همین حال مهاجران منطقه‌های دیگر روسیه با مثل سنگ پیتربورگ و کراسنودار، نوسیبیرسک و یکاترینبورگ میگویند ظاهرا آنها را فراموش کردند، هرچند آنها نیز در فرودگاه سرگردانند. جناب سفیر گفت که در این باره نیز معلومات دارند. ما در تماس با کنسولگرهای جمهوری تاجیکستان در شهرهای یکاترینبورگ و نوسیبیرسک هستیم. تا دو روز پیش در اونجا مشکلات بود، شهروندان ما در فرودگاه نوسیبیرسک و یکاترینبورگ جمع آمدند و البته در این شرایط فوق‌العاده ای که به عمل آمده است، شرایط تمام شهروندان از تمام منطقه های فدراسیون بودن فدراسیون روسیه به وطن برگرداندن البته ناممکن شده است، بسیار مشکل است. برای همین ما به طریق کنسولگری ها، به طریق رهبریت دیاسپورهای تاجیک این شهرها با هموطنان صحبت کردیم و ما گفتیم که الان شرایط نیست و ما خواهش هم کردیم که تا یک وقتی معینی که الان کارانتین است در فدراسیون روسیه و در و ما خواهش کردیم که اونا انتظار شوند. وقتی که وضع معتدل شد البته پروازها باز گرفته میشوند و هموطنان از تمام منطقه های فدراسیون روسیه به وطن برگردانده می شود. امام‌الدین ستاری در ادامه صحبت به خبر بعضی رسانه ها درباره آن که روسیه مرزهایش را برای مهاجران کشورهای اتحاد دولت های مشترک از جمله تاجیکستان باز کرده است روشنی انداخت. این معلومات درست نیست، چرا که در آن فرمانی که از جانب حکومت فدراسیون روسیه برآمده است در آنجا گفته می شود که شهروندان دولت های اتحادیه دولت مستقل یعنی دولت های سابق اتحاد شوروی می توانند به طریق فرودگاه های
شهر مسکو یا دیگر شهرهایی که پرواز باز است به وطن خود برگردند. یعنی که وقتی اونا به یک فرودگاه می آیند، از اون فرودگاه ها با نماینده های سفارت، کنسولگری و نماینده های خدمات های مخصوص اونا از یک فرودگاه به دیگر فرودگاه برده، از اونجا به طریق هواپیما به وطن برگردانیده می شود. بینندگان عزیز، صحبت مفصل مومدین ستوری سفیر تاجیکستان در روسیه به همین زودی در آزودی ویدیو یوتیوب گذاشته می شود. رو میاریم به موضوع دیگر. ده ها خانواده در دهه القجر نوی خراسان از آن شکایت دارند که نمی دانند شبشان را در کجا روز کنند. منزل های این مردم آخر هفته گذشته بنابر آمدن سیل زیر آب و گل مانده است. مقامات نوی خراسان میگویند از زمان فرامدن سیل در جای حادثه قرار دارند، ولی مردم میگویند خودشان خانه ها را تازه میکنند و کسی به کمکشان نرسیده است. گذشته از این ساکنان در صحبت با ارزوی کریم ادعا کردند که اگر به پروایی مقامات نمی بود، از این افت طبیعی می شود جلوگیری کرد. ساکنان حلقجر در خراسان پیامدهای سیل شام 21 مرد را رفع می کنند. سیل در اینجا به خانه های مردم آسیب رساند و مال و اموالشان را نابود کرد. مردم شکایت دارند که کسی از مقامات به دادشان نمی رسد. یک تسلی خانه همون گیر نمی گرد، نمی بینم هیچ که رفته یاردم نکده ایمانه که نوی تانبه بروره ای طرفی دولت همه خواهیم که بیان دستگیری کنم ببرورن مانه. ساکنان ده هم میگویند بعد از فلاکت و داخل خانه شدن گل در بیرون یا خانه های همسایه ها خوابیدند و حدی اقل به خیمه احتیاج دارند. شودک جا خواب دین؟ در خانه همسایه راست پای سالگی خانه سی بعضی ها شکایت دارند که ماموران نجات یا کارمندان کمیته حالت های فوق العاده کار خود را درست انجام نمی دهند. یگان تازه که دیگه نیستن، این چه هستش بنزین کافته می گردن، بنزین ندارن. یا بریم نشان بتیم همه ایستادگی های موزه های زرد پوشیدگی دوری هوای بود رو میگم میگه لویای من نمی دارم موزه کتی در دوری لوی نمی داره وایده می فوری که کاخی باشه کاخی کتی بگرده. مردم حالا خودشون خانه هایشون را پاک میکنند، هرچند بعضی از کارمندان کمیته حالت های فوق العاده نیز در محل حضور داشتند. مقامات میگویند که فلاکت به 200 خانه آسیب رسانیده است و ارزیابی خسارات برای کمک به مردم ادامه دارد. عین حال کارهای تازه کردن مکتب، کارهای کندن زهرها همش رفته است. کی ها آمدن از ناحیه جمهوری؟ از من شخصا رئیس ناحیه خودش خانه به خانه گشت دیده است. هم قصد نیدرای معارف از شبه معارف همش گشت یادم کرد. مخصوص تو تشکل کرد شد. ساکنان میگویند درخت نشدن کوله در بالای دهه سبب خرابی در خانه های آنها شد. به قول مردم اگر مقامات از پیش برای رفع خطر چاره می اندیشیدند چنین بلای به سرشان نمی آمد. تاجیکستان یک کشور آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است و سالانه صدها خانه چنین آسیب می بینند و ده ها نفر هم هلاک می شوند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در بازارهای دوشنبه تا یک هفته اخیر نرخ بعضی از محصولات نیازی اول بالا رفته است. جهش نرخ از جمله در ارد و شکر و کارتوشکا به مشاهده می رسد. ساکنان میگویند از یک طرف مرزوی بسته، از سوی دیگر بالا رفتن نرخ و نوا زندگیشان را باز هم مشکل تر میکند. زرنگیز نوروشو و امردین علیموف در چند بازاری پایتخت بودند و این گزارش را فرستادند. ارد از 205 تا 220 سومونی، کارتوشکا از 3.5 تا 4.5 و شکر تا 7 سومونی. بالاروی نرخ مواد نیازی اولیه در بازارهای دوشنبه ساکنان را نگران کرده است. اینا سازی یکنی سومونه، کارتوشکا 4.5 5 سومونه اگر گیری. نمیدونم بعد چخیل میشه نرخ نو. اینا شکر رو 5.80 بدوزی، 6.20، 6.40، 6.5 7 رفته سونه. 5 تا گودک دارم. خودم قطی مردکم هفته چه خیلی میکنیم اینا کورنا روان اگر مقصد را هو اینا شوا چه خیلی میکنیم زندگی چه خیلی پیش میروان ایک کودا که چه خیلی میخرونیم. تاجران بالاروی نرخ را به چند عامل ربط میدیند. من ای واردات کارتوشکا از پاکستان و قرقیزستان از سبب های اصلی بالا رفتن نرخ این مواد در بازار گفته می شود. سبب بالا شدن نرخ کارتوشکا در ناحیه هایی که استحصال میکنند و چینده ماندگی بود در چه می باشد
کمتر برف بلند شد. بعد اساس در این مدت کارشکه ای که در بازار ورود میشد از جمهوری پاکستان ورود میشد که در افغانستان از برف های زیاد بریده پریوال ها محکم شدند و از سبب وارد نشدند کمتر نرخ ها بلند شد. قرب دلار در تاجیکستان یک هفته اخیر از 960 سومانی رسما به 1020 سومانی برابر شد. در پی نرخی قریب همگونه مواد غذایی در بازارهای کشور بالا رفت. آنهایی که به تجارت ارد مشغولند میگویند افزایش سوزشواری و خراجات آنها برای آوردن این مواد به پایتخت و بالا روی نرخ آن تاثیر کرده است. برای چی کم تر قیمت شد؟ ای راه هم بسته شویش نیو و ببسته همو که دلار امریکایی که خیست همین سبب کم تر قیمت تر شده. در برخی از بازارهای کلان شهر از جمله در بازار میرگان یرمرکه فروش محصولات نیاز اولیه که هنوز هنگامی سرزدن هنگامه ها اطراف ارد وابسته به کرونا ویروس تشکیل شده بود هنوز هم فعالیت دارد. مسئولان بازارها میگویند چنین یرمرکه و نمایشگاه ها معمولا در جشن و عیدها تشکیل میشد و چند روز دوام میکرد، اما این بار آنها مجبور شدند وابسته به وضع پیش آمده از جمله بعد از بالا روی قرب دلار این یرمرکه ها را دائمی کنند. مدت یک ماه است که ما در همین یرمرکه کیچ خل دیدید انا مردم را با ارد تامین کرده ایستادیم با نرخ معین. انا مردم حاضر فهمیده آمده یک تا گرفته برده ایستادند. چند پیش در پی سر و صداها در پوره پهنشوی کرونا ویروس در جهان در کشور برای خریدی ارد و دیگر مواد غذایی هنگامه برپا شده بود. در پی این نرخ محصولات از جمله ارد در بازارها بالا رفت. با دخالت کارمندان مقامات انتظامی وضع در بازارها آرام و نرخ هم پایین رفت. تحلیلگران میگویند با ادامه این وضع امکان دارد نرخ مواد غذایی در بازارها بازم بالاتر رود. اما حکومت تاجیکستان میگوید برای مقابله با چنین وضع برنامه خاص دارد و نمیگذارد محصولات در بازارها کمچین و نرخ هم بیش از حد گران شود. اکنون از خبر خارجی میگویم. دپارتمنت دولتی آمریکا اعلان کرد که کمک به افغانستان را به مبلغ 1 میلیارد دلار کاهش داده، میخواست همکاری با این کشور را بازنگری میکند. روز دوشنبه مایک پامپئو به کابل سفر نموده کوشش کرد پرزیدنت اشرف غنی و سابق رئیس اجرایی این کشور عبدالله عبدالله را به موافقه آورد. سفر پامپئو به افغانستان به نتیجه انجام یافت. مخالفت غنی و عبدالله سازش صلح را که ماه گذشته امضا شد به بنبست مواجه کرد. پامپئو در اظهارات گفته است آمریکا متاسف است که غنی و عبدالله نتوانستند در تاسیس حکومت فراگیر به سازش برسند. واشنگتن همچنین تصمیم گرفته است که سال آینده کمک‌هایش به افغانستان را کاهش بدهد. و یک اعلان دیگر هم داریم. وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد که به سبب اعلان گردیدن همگیری کرونا ویروس کووید 19 و وضع به وجود آمده اپیدمیولوژی از 24 مارت سال 2020 یعنی از فردا گذرگاه‌های سرحدی بین تاجیکستان و قرغیزستان تا به اعتدال آمدن وضعیت بسته می‌شوند. به قول وزارت کارهای خارجی محدودیت مذکور نسبت شهروندان تاجیکستان که به وطن ورید می شوند و شهروندان دیگر کشورها که از تاجیکستان بیرون می روند رانندگان ماشین های بورکش، دیپلمات ها و اینچنین اعضای هیئت های حکومتی تطبیق نمی گردد. این مطلب آخری برنامه امروز بود. تشکر از یک و یکی شما برای همراهی عزیزان. تا ملاقات نوبتی بینندگان عزیز شما می توانید خبرهای تازه را از وبسایت رادیو آزادی بخونید. گزارش های روز و جالب در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته می شوند. من صبح فردا همه شما را در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا خدا نگهدارتان.